گرسنه است. میرم واسش علیق میریزم. جاتون انداختم، میتونین راحت بگیریم بخوابید. خیلی ممنون. تو که اینقدر مهمون دوستی، مهمون نوازی رو در حقم تموم کن. هرچی هم پول بخوای بهت میدم. بیا برو گم شو. بلم کن تو را خدا، بلم کن. مهدی گام کن بچه، تو اسباب اساسی من ندیم من نمیرم. اسباب اساسی دارت بخوره. مادر ساعتی که مرد پنج برج کره اتاقش عقب افتاده بود. اگه اسباب اساسیت میخوای باید 250 تومن بدی. 250 تومن طلب کاری بیست تومن دیمون خرچه را بده. من یه بودو میدم بخودم. زن نارسی ها نمیدم. همون مخارج کفن و دفن مادرت که به گردنم افتاد واسه هفت پشتم بسته. برو من مادر ندارم، همه توی سرم میزم. بیا تو امیر جون. مادر ندارم. پسر خاله مهتی جان توی سلام. این همون کوچولو اینقدر بود اینقدر شده؟ آره اینم داداش کوچیکمه. الهی من قربان پسر خاله بزرگ با پسر خاله کوچیکه با خاله جان من برم. خاله جان خودش کجا سلام؟ ننم رفت تو بهشت. آخه پس این دوتا خواهر قرار داشتن با هم دوتا یهو برم بهشت؟ مگه مادر تو هم؟ ها اونم رفته بهشت. حالا ببینم شما آمدین اینجا اصفهان زندگی بکنی پلوی من؟ نکنه خاله جان گفته بیان اصفهان پلوی من؟ آره درسته، تو از کجا فهمیدی؟ آخه مادر منم به من گفته بود وقتی من بمیرم بیام دی پلوی شما زندگی کنم. ولی ما که دیگه خون و زندگی نداریم. منم ندارم میدی جان، ولی خب خدا رو که داریم. هر که خدا رو داشته باشی دیگه غصه نداریم. ما یتیم هستیم اما خدا بالا سرم. از خدای ما بزرگه. بریم بریم میدی جان. شنو خیلی خوش گذشت پسر خاله. واسه ما رو میبری چرخ و فلک؟ بله میبرم. ببینم تو بزرگ شدی دلت میخواد چرخ و فلکی بشی؟ نه ولی دوست دارم هرچی زودتر بزرگ بشم، خیلی بزرگ، تا به اون آرزویی که دارم برسم. انشالله میرسی. اما میدانی وقتی من بزرگ شدم دلم میخواد چیکار بشم؟ دلم میخواد شوفر راننده یک ماشین دیزل بیز 24-54 بره. ای تو چی دلت میخواد بشی بزرگ شدی؟ نمیدونم، من گشنمه. تو بازم گشنه تو جوان مرده. بس که تو قصه نهر بود تو دادم خوردی. بس تو رو گشنه شده. نه چی کاری دل خوب ناراحت نباش، الان میرم وسط نون میارم. به نظرم پول مولی رسیده. نه اما یه کاریش میکنم. برو الان داداش رفته قصه بیار. اگه نه بود من گشنمه. باش ممه میخوایی بده بود تو؟ من گشنمه. آقا یه نون بدیم به من. سی شای بده. پولش ندارم بده. پس بزن به چاک. داداشم گشنش آقا. تو رو خدا به من قرض بدی. وقتی پول دار شدم میارم پولش رو خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. بچه من نه صرافی دارم که به کسی قرض بدم، نه نصب دارم که شکم کسی رو سیر کنم. یالا برو بینون هری. ولی آقا داداشم گشنشه. باش ترس خواهر قربونت هم. یه من نون به ما بده. همین الان. آقا فقط یه دونه نون میخوام.
بسترشش بچه بایست سمینه بچه بگیرینش مبلغ 8000 تومان وجه نقد که پاداش 3 سال کار زندانی فوق الذکر در زندان است مژدگانی دریافت دارند. عمو جان شما فامیلی دارین که تو زندان باشه؟ تا اونجایی که به خاطرم میاد ندارم. سلام پاپا. سلام دخترم. بیا پاپا جون. نه دخترم برو به دانشگاهت برس. باشی خدافظ پاپا. بالاخره راجع به اون زندانی چه تصمیمی؟ نمیدونم. هر چی فکر میکنم به خاطرم نمیاد که از اینجور فامیلا داشته باشم. ولی میرم دفتر زندان ببینم کیه. آخه این چه فامیلیه که خودم هم نمیشناسمش. اسم بالا سرکار. فامیلت پیدا شده. پاشو بیا. درست شنفتی. با اینکه من شب و روز با اراذل و اوباش سر کله میسرم اما تو هیچ جماعتی نامردتر از تو ندیدم. تو کی هستی؟ اگه میخوای منو بشناسی باید برگردی به 20 سال پیش که اومدی تو دهات ما واسه شکار. یادته؟ همون شبی که راتو گم کرده بودی و یه زن پناهت داد. یه زن در حق انسانیت کرد و در عوض تو حسفت چشم به ناموسش دوختی و جونشو گرفتی. پس من این تو بمونم؟ میدونی اون زن کی بود؟ اون مادر من بود. آره من پسر همون شیر زنم. من نمیفهمم از چی حرف میزنی؟ کدوم دهات؟ کدوم شکار؟ من اصلا شکارچی نبودم. باور کن راست میده. آره حرف احمد تو قاتل مادر من هستی. هیچ فایده ای نداره. وقت تو تلف نکن. بعد از 20 سال هیچ جوری نمیتونی ثابت کنی که مادرتو کشتن. نه نمیتونی. تو هم خیال نکن که فقط جرمت کشتن مادرمه. اونو کشتی و برادر کوچیکمو آواره کردی. طفل معصوم گشنش بود. مجبور شدم واسه یه نون بدوستم. اما دوستیدن همونو گرفتار شدن همون. منو فرستادن دارو تعدی و دیگه از برادرم بی خبر موندم. اگه اونم برای به سرش اومده باشه باعث بانیش توی. گوش کن. اون کسی که تو دنبالش میگردی من نیستم. اما به فرض محال اگرم باشم و تو بتونی ثابت کنی با گرفتار کردن من نه مادرت عمر دوباره پیدا میکنه نه برادرت پیدا میشه. پس بهتره که بی خود وقت تو تلف نکنی. من 17 روز دیگه اینجا مهمونم تا روز 18 یعنی تا 5 برج دیگه اگه رفتی و خودتو تسلیم قانون کردی که هیچی و الا وصیت تو بکن. شیر فهم شد؟ حالا اگه بهتر میخوایی منو بشناسی برو تو شهر تحقیق کن. بهت میگم مهدی عجل کیه. حالا اگه بهتر میخوایی منو بشناسی برو تو شهر تحقیق کن. بهت میگم مهدی عجل کیه. شما کسی رو به اسم مهدی عجل میشناسین؟ چطور مگه؟ میخواستم بپرسم چه جور آدمیه؟ بهتره بپرسین چه جور جونه وریه؟ اعزه بدین من براتون تعریف کنم که چه جور آدمیه. شو ببینم نامرد. چی میخوای؟ حق خودمو میخوام. چه حقی میخوای؟ چه حقی؟ سه دونگه این بیلیاردو که مال منه. حالا بعد 6 ماه اومدم که سهممو بگیرم. سهمت میخوای؟ خیلی خوب بیا از ما بگیر. ببینم اینا که هرک بلوفتات هم گفتی سهمت بگیم. آره آره ما بیام از تو بگیم. آره
خود نیست که بهش میگن عجل. این از زخم صورت من، این هم از چشم من، این هم از پای من. تمام این بلا رو تو یه دعوا سر ما آورد و همین دعوان باعث شد که 7-8 سال بره زندون تا ببینیم کی دوباره اینو عجل معلق به سرمون نازل میشه. 17 روز دیگه. چی؟ پنجم برج. خواب راستم خان، بگونم حالا چی کار میکنی؟ هیچی، باید سهمشو دو دستی تقدیمش کنیم و الا وای به حالمون. نترسین امو جان، من شرشو از سرتون کم میکنم. درسته که اون گردن کلفته، ولی من اینجام کار میکنم. ببینم، فکری کردی امو؟ نقشه‌ای کشیدی؟ آره، به وقتش به اطلاعتون میرسونم. اگه بتونی بی سر و صدا شرش از سرم کوتاه کنی، هر چی بخوای بهت میدم. شما خودتون خیلی خوب میدونین که من چی میخوام. آره، خبرشو دارم که الهامو دوست داری. خب چی از این بهتر؟ کی بهتر از تو؟ فقط یه خورده صبر کن تا دانشگاهش تموم بشه. مگه نفهمیدی؟ میریم درسامونو مرور کنیم، فضولی هم به تو نیومده. با چش قربان، کاشکی یکی پیدا میشد درس منو مرور میکرد اقلا. پدر این بیسوادی بسوزه، هرچی کم پولم از بیسوادی میکشه. من الان باید، الان رانندم خوبه ده، چی میخوام بکنم مگه؟ خواب رسیدیم، منزل ما اینجاست. به به، چه منزل شیکیه. قابلی نداره پیشکش؟ متشکرم، ولی به جای اینکه تعارف کنی زودتر بیا خواستگاری. من که از خدا میخوام الهام، ولی مشکلی دارم که فعلا نمیتونم. چه مشکلی؟ بابام دوتا پاشو کرده تو یک کفشو، میگه باید صبر کنی تا دانشکده تموم بشه بعد عروسی کنی. ایوا، چه ربطی داره؟ شاید تعجب کنی اگه بگم مدت هست که به خاطر همین اختلاف کوچیک با هم قهریم. جدی میگی؟ آره؟ باور کن، اما ناراحت نباش، هر طوری شده بالاخره حرفمو به کرسی میشونم. امیدوارم که موفق بشی عزیزم، و الا من تا پایان دانشکده دیغ میکنم. خداحافظ. به سلامت. هرچی میخوای ناله بکن، تا هش من زاری کنی، پیرن آقا رو ما خوش روی بخار میکنه. بله؟ سلامت کو، تلمبه میبینم. نفهمیدم من باید سلام کنم؟ نه، نه با اروای پدر تو جل جنب. نه پسر، ببینم تو رسرسی خیال میکنی که پسر عجیزی ما هم شدیم راننده ای تو، ها؟ جب بدبختی گرفتار شدیم، ها؟ جلو دختره اون دهن گوشادت رو باز میکنی، هر چی دلت میخواد میگی. فسیلیا به تو نیامده، حرف سیادی نزن. حق داری بابا، والله حق داری. ریا گده گوشنه یه بی بخار آدم آخه فیزیرتی. بدبخت، تقصیر من تو رو آوردم اینجا، قاتق نانم بشی، قاتل جانم شدی. پروای خاک پدر مادر من، یک دفعه دیگه وضعیت بزنی یا با مرگ خودم. همچه دو سرت، همچه توی سرت میزنم مثل بوزغالی عبدو سمت برفتی، فهمیدی یا نه؟ دهنت دیگه جلو من ببند، تمام شد را پیکارش. ایه؟ پسر خاله هوف، من از تو معذرت میخوام. من هر وقت الهامو میبینم دست و پامو گم میکنم، دیگه هیچی نمیفهمم.
اگه چیزی گفتم منو ببخش. تو همه چیز من هستی. اگه منو ول کنی نابود میشم. لا اله الا الله. حالا نگاه کن، آمدیم یه دونه چای بخوریم بی صبر شده را. خدا اون روز نیاره آخه. ولی رزیت دست پای تو رو گم نکن آخه. بزرگتری گفتن، کوچکتری گفتن. من که تا پای جان برای تو وایسادم، همون طوری که چند سال با ماشین ارباب لور لننده ای تو رو بازی کردم، با لباسه پسر ارباب تو رو نونوار کردم، تو پیشم کلاسیه تو رو سفید باشی بعد از اینم میکنم. تا جان دارم این شرقم هم میجنبن این کاری میکنم. تو فقط فکر درس خواندن تو باش، دیگه هم کاریت نباشد. تمام شد رفت، فهمیدی یا نه؟ حالا رو بیا برو لباسات در بیار تا جلو ارباب من خید نشم. برو ببینم، برو ده پدر سوخته. قربان تو برم، برو ده، برو عشق من در نیار، جوان مرده. برو برو. ای امان، ای پیرن این مردکرم سوزن، ای امان دوت سلاخ باید اکن چیر اینجوری شد. حالا جواب مردکرم من چی بدم؟ آخه این پیرنه بیسه باسمهیه. برم یه دنه پیرن خودم رو بردارم سر جشن بیزرم. اون راه شمالی که خیلی سبز داره من اون دیلی... او آقا یس سلام عرض کردم قربان شما. برم سلام و مرز. بس کدام گورستونی رفته بودی که هرچی صداد کردم نبودی منو ببری کارخونه؟ خب قربان شما برم، رفته بودم لباسه مبارک از اتوشوری بگیرم. دی قربان بد کاری کردم؟ بد کاری کردی؟ مگه صد بار نگفتم لازم نیست دلت برای لباسای من شور بزنه؟ چرا قربان فرمودین؟ اما وقتی مرحوم مغفور جنت المکان خلداشیان جهنم مکان زینانی جناب علی داشت میمورد، با بنده گفتن آقا تر لباس پوشیدن بد جوری دست پاچو لفتی هستن. اینه که مواظبش باش. دختر خانم شما هم همین حرفو به من زده. جان بسه دیگه. اینه که من مجبورم وصیت نامه اون دوتا خدا بیامرزه دل به دل اجرا بکنم. اگه بده بزن توی دهن من نیست که. نه دیگه قربان، بس نبودی منو ببری کارخونه. خب قربان شما برم، رفته بودم لباسه مبارک از اتوشوری بگیرم. دی قربان بد کاری کردم؟ بد کاری کردی؟ مگه صد بار نگفتم لازم نیست دلت برای لباسای من شور بزنه؟ چرا قربان فرمودین؟ اما وقتی مرحوم مغفور جنت المکان خلداشیان جهنم مکان زینانی جناب علی داشت میمورد، با بنده گفتن آقا تر لباس پوشیدن بد جوری دست پاچو لفتی هستن. اینه که مواظبش باش. دختر خانم شما هم همین حرفو به من زده. جان بس دیگه. اینه که من مجبورم وصیت نامه اون دوتا خدا بیامرزه دل به دل اجرا بکنم. اگه بده بزن توی دهن من نیست که. نه دیگه قربان. بسیار خوب، ولی این کار وظیفه کلفت خون از جان من. خلفت. تو فکر نمی کنی وقتی به جای کلفت بری لباسشویی کی باید به جای تو رانندگی کنه؟ کلفت دیگه قربان. کلفت که رانندگی بلد نیست. ولی بنده که کلفتی بلدم قربان شما. مرم الهی دیوانه میکنی. اصلا دوم از این بنده نفهمیدم توی خانه چه کارم؟ کلفتم، نوکرم، زمینشورم، باغبانم، درواز کنم، آخه من چی کارم دست دومت؟ خودم هم نمیدونم تو چی. خب حالا شما عصبانی نشین، بفرماییم ما شما رو برسنم کارخانه ایوا. خدای نکرده سکته نکنیم. حالا دیگه خیلی دیر شده. خیلی خوب، اگه دیر شدی جزو بفرمایی لباسه شما رو ببرم لباس شوری. دوباره؟ خب بله دیگه قربان، کسی به آخره. من این لباسو تازه خریدم، هنوز یک دفعه نپوشیدمش. خب قربان اگه نپوشیدین این بیسه پچیندی کثیفه، لابو دست دو خریدی. کجاش کثیفه؟ کثیفه دیگه قربان، اگه کثیف نبود بنده مرض نداشتم بگویم. یعنی من با این هیکل من شما میفرمایید من دروغ میگویم؟ نعوذن بالله. بسیار خوب، ورشتر ببر. پس 148 تومن لطف بفرمایید. بابت چی؟ مزد اتوشوری دی قربان. بابت چی دی نداره؟ کلافه شدم بخوده. پولم کم داره. قربان اون کیفی او بده. چیکار بکنم؟ این 100 تومن. سه تومن. اینم 50 تومن. 150 تومن. ببر دو تومنش هم ورده بیاد. دوباره دو تومن گمان نمی کنم پول خود داشته باشه. داره. چرا داره؟ داره؟ بله. خیلی خوب داشته باشد. ولی قربان باقی مانده رو بدم شاگرد اتوشوری انعم دی قربان شما. بس کیسه یه خلیفه میبخشی؟ بله جیب شما اومن نداره دیگه. ای شارلاتان. جان امی جان، پسرخاله نداریم که مثل شاخ کرگدن همینجوری نشسته. بفرما بیا پسرخاله. پسر جان اینم لباسای تو، یکی برای فردا، یکی هم برای پس فردای تو. بله پول تو جیبیت هم خدا رسنده ها، دست چسب دادم یه باشکی از کمود آقا ورداشتم. چیه؟ چرا اخمه تو همه؟ به نظرم یازه یازه کردی ها؟ چی شده؟ چند وقت که الهام از من میخواد برم خواستگاریش. جان من رس میگی؟ آره. خب خدا رو شکر، ده چی بهتر از این ره؟ خوشگل نیست که هست، تحصیل کرده نیست که هست. کور از خدا چی میخواد؟ دو تا چشم بابا غوری ده. ده تو چرا ناراحتی آقا؟ آقا جان از این که بهش دروغ گفتم و خودم رو بچه پولدار معرفی کردم خیلی ناراحتم. اه
خب پسر خاله جان، تو مگه نمیدانی دروغگو دشمن خداست؟ از من یاد بگیر هیچ وقت توی زندگی تو دروغ نگو. تمام شد را پیکارش. تو خودت باید شدی که من بهش دروغ بگم. ای گفتی بذار جلوی همشاگردیات سربلند باشی. بیا اینم نتیجهش. حالا دیگه کار به جای رسیده که میترسم اگه حقیقت رو به الهام بگم اونو از دست بدم. طلب کار شد از ما. میگم والا پس من معتقدم همینجوری مثل من ها. تو دروغ مصلحت آمیز را بگو تا عروسیت سر بگیرد. آخرش کشی بالاخره یه روزی حقیقت برملا میشه. اون وقت مطمئنم که اگه خود الهام منو ببخشه برش نمیبخشه. خب پس فاتحشو بخن کلکه بکن دیبارر مادی میتونی بری. یا مرتسا علی آخه خب بچه هر خوبی بدی دیدی نیه ما را حلال ما کنه. ایشالا شما هر چی زودتر آزاد بشین و برین دنبال یه کار نی. قربون تو برم، خداحافظ. یاهو خداحافظ بچه ها، هم بالا باشی. حتما حتما خداحافظ. قربان همه گی. شهر تشریف میبرین آقا؟ قرص آقا بفرمایین برسونمتون آقا. تاکسی هست یا شخصی آقا؟ والا شخصی هم، اما به خاطر سیر کردن شکم بچه ها گاهی هم مجبورم پا تو کفش تاکسی ها بکنن. عشق هست، پس بزن بری. عجب پولداری هم گیر اومده بند خدا. کرایه در منزم سر چرا نایمدن؟ بالاخره الان دیگه باز پیداشون بشه. تکلیف ما چیه؟ چی بابا، من نایدی خودش که من پسش برمیام. وقتی دیدیم از پسش بر نایمون اون وقت میریم کمکش. ما حقمونو میخوایم. بیکاریم خودمونو با شاخ گاب در بندازیم. اونم میتی اجر ها؟ چی شد؟ باز چی نگر داشتی؟ هیچی پنچر شده. پس بیام کمک. زاپاستو بیار بیار این که پنچر نیست. نامرد چی شد؟ حالا خودتو پنچر میکنه. نامرد چرک میزنه. نامرد سک مصب چرا باز به پر پای من پیچیدی؟ دینه و مهر سرتو ببرم؟ ببرم ناکس؟ نه گل خوردم آقا مهدی، گولم زدن آقا مهدی، گولم زدن به خدا. کی؟ کیا؟ همونی که ما را آورده در رحم. او خیلی آدم ناکسیه. منظورت کیه؟
خدا باز بهتر بدونی. نمیدونم اونا همون چه خورده حسابی با تو دارن که منو برای بچه ها رو با پول کلون خریدن و آوردن اینجا. آقا بیتی نمیدونم چرا. واسه چی؟ واسه اینکه تو رو از بین ببریم. آقا بیتی از بین ببریمت. اون ناکسی که به جا نیبردم، اما اگه دروغ نکم عموشو میشناسم. ببینم این عکس عموش نیست؟ ها؟ چرا خود ناکسشه؟ خود ناکسشه. ای نامرد روزگار ناکرتم. برن شو ببینم، اگه میخوای جون سالم در ببری آدرسشو باید به من بدی. ناکرتم آقا بیتی. ناکرتم ناکس. خب خدا حافظ. عمو جان چی شد؟ مهدی عجل قوریه که هیچ کس از پاسش بر نمیاد. چطور؟ همه رو زد. بعدش هم یخی اینجا رو بهش بده. مگه غیر از این چاره هم داره؟ مثل گنجیش تو چنگ مهدی اسیره. پس اینجور که معلومه فاتحه من خوندن است. بقیده من تا مهدی نرسیده چند وقتی یه جوری خودتون رو مخفی بکنی. آره فکر خوبیه، همین کارو میکنم. سلام ننه جان، ببخش که خیلی دیر اومدم سر وقته، اما در عوض خبر خوشی وسط آوردم. قاتل نوجوان مردتو پیدا کردم، به همین زودی میگیرم و تحویل قانونش میدم. درسته که بهت قول داده بودم خونشو بریزم، اما بسم هرچی تو هوای خفه زندون نفس کشیدم و نفس دوز و قاچاقچی آدم کش به دماغم خورد. میخوام بعد از این سینما از این هوای آزاد پر کنم. میخوام چند وقتم میونه آدمایی که زامندارشون زبونشونه و با یه معذرت میخوام حریفشون از پادر میرن زندگی کنم. آره ننه، نمیخوام روزی که به امید خدا داش امیرمو پیدا کردم از این که داش چاقوکش و لات و اوباشی مثل من داره جلوی دوست آشنا شرمنده بشه. زمونه عوض شده ننه، کسی هم که با زمونه عوض نشه کلاش پس مهمکه هست. الهی که نور به قبرت بباره زم. خدا رحمتت کنه. کی اینجاست؟ کی توی این خونه هست؟ پرسیدم کی هستی؟ با تو هم یا لا حرف بزن لالی؟ تو اینجا زندگی میکنی؟ پس خوب حواستو جمع کن ببین چی میگم. اینجا خونه پدری منه، چند سال نبودم حالا برگشتم، حالی چون؟ پس بزن به چاک. چی؟ جایی نداری بری؟ ببینم کسی کارتم نداری؟ خیلی خوب باشه، میخوای بمونی بمون. نکن پسر نکن. چه لالی هستی که حرفای منو میشنفی؟ بنده خدا بمون بابا بمون. اوکی
خدا رحمتت کنه مادر. خاله جان سلام، خدا تری بیامرزی انشالله. راحت بگی بخ، نمیدانی بیرون چقدر هوا گرم. تو اون زیر راحت آسودی گرفتی خوابیدی، ما رو گرفتار این امیر کردی. تو نمیدانی خانه خراب شام نهار نداره بخورم، وقت لباسشم من باید بدم. تو نمیدانی چقدر خوش سلیقه هست، اگه شلوارشون تو نداشته باشه اصلا نمیپوشد. دیگه از لباسای پسر ارباب چیزی نمانده که نپوشیده باشه. فقط دعا کن اینی زودتر ببر خیال. صحیح، منزلشون کجاست؟ والا من اجازه ندارم آدرسشون رو به کسی بدم. آها دلی. ولی مگه حکم حاکمه که نشه زیرش زد؟ بیا بابا جان بیا، این زبون تو واس میکنه. ولی یواش میگم. خیلی خوب بگو. آها سیدی من بابا قشنگ بادم وارم بکن خودتن بگیر. سب کن تکن نخو برر. سب کن من باید بیام در وابو کنم آخو. باز دستپاچه شدی؟ خانه خورا اجازه بفرمایید قربان، اجازه بفرمایید اصحای. بفرمایید قربان، بفرمایید. به سلامت. به 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 قد و بالای تو رانا رو بنازم. خدا چی آفریده سر فرصت به مرگ خودم. در فکر اینم اگر لباسای پسر آقا بتنه تو نمیخورد، اون وقت بگو که ما چه بدبختی داشتیم به مرگ خودم. ببریم تو پسر سلام. نه قربان، بنده راننده جناب علی هستم. جای رانندم همین گوش و موش هست. اصلا بله. ناراحتم که تو رو اینجا تنها بذارم. هیچم ناراحت نباش قربان. اونقدی که اینجا به من خوش میگذره در اونجا خوش نمیگذره. بله برو خیال راحت جانم. برو پیش شر نگر جانم من، برو. عجب آدم ساده‌ایه، خیال میکنه من جایی برم که با من بد بگذرد. قربان با من میگن عبدالله خوشگذران. بیان چهارپنج نفر. این جوالق انگار مهره مار داره که الهام مثل پروانه دورش میچرخه. چرا یه چیزی بهش نمیگین عمو جون؟ هر کاری یه وقتی داره، من که مثل تو خروس بی محل نیستم. آلسان اولسان آخودا، این فاتی خوشگله رو فقط با ما برسن. داد مستجاب شو. آخ جان ایدا، آخ من چیده تو برم خدا رو خوش بیاد. بیزار اینجا تصدق تو ما چه من را یکی میبینه آبرومو میره ها، اینجا که جاش نیست. راست میگی، حق با توه. اینجا جایی مش کردن این چیزا نیست. بهتر اینجا باقی دیم. تو میخوری؟ نیکیو پرسه یه دنه میریزم. چش نوکرتم. این مال خودم، اینم مال فاتی جان عزیز. خدا جان 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 خدا جان خدا جان. نگاه کنم کسی منه نبینه، میخوام برم داخل ماشین. اجان شما الان به پلیس اطلاع میدم. نه نه این کارو نرم میکنم. خیلی خوش اومدیم. نه ترسی، خیال ندارم جشنتون رو میگیم. واقعا که افتخار بزرگی نصیب ما کردی. پرویز چرا وایسادی عمو جون؟ زود باش از آقا مهدی پذیرایی کن. بجون. ببینم پاپا، تو هنوزم تو خط زندون کار میکنی؟ شما به بزرگواری خودتون ببخشین آقا مهدی. خب دخترت کدومه؟ اون آقا تا آبی تنشه. یه چند سالشه؟ والا امشب میریست سال. مادر منم همیشه میگفت وقتی تو داشت 20 سالتون بشه. متاسف. دخترت نامزد داره؟ بله تقریبا. لابد آرزو داری که عروسیشو بیم. خب معلومه، هر پدری این آرزو رو داره. چجوری موفق شدی از شنگ بابات فرار کنی؟ اون پدر من نیست. چی؟ تا حالا هر چی بهت گفتم دروغ گفتم، اما حالا اومدم که خودمو بهت معرفی کنم. تو مطمئنی که مست نیستی عزیزم؟ نه باور کن، تا حالا هیچ وقت به این هوشیاری نبودم. میدونی الهام، من از بچگی، یعنی از وقتی که یادم میاد، نه پدر داشتم نه مادر. از پدرم چیزی که میدونم اینه که رعیت بدبختی بوده، و از مادرم فقط اینو میدونم که مزارش تو قبرستون یکی از دهاته. تو این حرفا رو جدی نمیگی امیر؟ تو داری سر به سر من میذاری؟ داری شوخی میکنی؟ کاش که اینجور بود، ولی بهتره که از روی اپرابیه پایینو با این حقیقت تخ رو برو بشی. میدونی خرج تحصیلات من و پسر خالم تبریک راننده ی آقای داراست،
آقای داران بزرگواری کرده و اجازه داده که من تو خونه زندگی کنم. البته مستخدمی. این حرفایی که زدم حقیقت باشه. البته یه چیز دیگه هم حقیقت داره و اونم اینه که دوست برو بیرون دروغگوی پس فطرت متقلب. خلاشو انگار نشنیدی چی گفتم. گم شو بیرون. برای کی داری گریه میکنی الهام؟ برای اون آشغال؟ حیفت نمیاد شب تولد تو اینجوری خراب کنی؟ دستو بکش کنار. گریه نکن عزیزم. پسرم اون جای اون شالاتانو تو زندگیت پر میکنه. دیگه بهتره فراموشش کنی. گفتم دستو بکش کنار، مگه نشنیدی؟ چرا شنیدم ولی نفهمیدم چرا. برای اینکه تو از اون شارلاتان تری، تو منو به این دلیل میخوای که کلید گنج پدرم هستم. خب حالا که فهمیدی چرا، برو تنها هم بذار. خیلی خوب میرم، ولی اینو بدون که عقد دخترم و پسرم رو تو آسمونا بستم. آخرش تو مال منی دخترم و... مگه این آرزو رو به گور ببری؟ چی میخوام؟ درد من دیگه دوا نمی کن. او خاله پسر من نگاه کن. نه جان من نگاه کن، ریختشی ببین، این موش اوتو کشیده شده. آخر یه گاجمه تو دلم کجا بودی؟ تو خیابون. خب چرا نیامدی خانه؟ نکنه خیال کردی آقا خانه رو پس گرفت و بنده جنابالی رو اخراج کرده ها؟ نه جان من، آقا خودش یک پارچه آقاست. ایشان فقط با چند کلمه پنداموز بنده را تنبیه کردن و بنده هم یه گوش منده را یکی هم دروازه تمام شد را پیکارش. بگو ببینم الهام کجاست؟ از دستم رفت. با درک اسفل سافلی ولش کن، را بیا پرو تو اتاقت، این ریخت از این بیریختی لیلی مجنون نجاتش بده، فهمیدی یا نه؟ را بیا کن آقا را برسنم برگردم، بودو ببینم، یلا گیم شو ببینم، ریختشی نگاه کن جو. تو برو، ماشین خودم. چشم خانم. منو ببخش، من تو رو دوست دارم، به خدا با تمام وجودم میپرستم. امیر، به همون خدایی که سوگند خوردی قسم میخورم که منم دوست دارم. خیلی خستم. باشه استراحت کن، اما عصر بیا خونه ما که شبم همونجا بمونی. مگه خبری؟ پاپا رفته مسافرت، نمیخوام با پسرمون تنها باشم. خیلی خوب باشه.
خداحافظ عزیزم. خدا نگهدار. چیکار میکنم؟ تو کی هستی؟ پرسیدم کی هستی؟ چرا دست و پای منو بستین؟ چرا؟ اینجا کجاست؟ آهای با تو هم. کی اینجاست؟ کمکم کنین، نجاتم بدین. کمکم کنین. تا چند فرسخی اینجا هیچکی نیست که صدا تو بشوفه. بهتره که آروم بگیری. تو دیگه کی هستی؟ این فضولی ها به تو نایمده. برای چی من آوردین اینجا؟ شما کی هستین؟ بسته دیگه کوچولو، اینقدر سوال پیشم نکن. بابات کجاست؟ رفته مسافرت. آره اینو میدونم، اما کجا؟ به من نگفته. ببین دختر جون، تو خیلی خوشگلی. وادارم نکن برای سرت بیارم که دیگه سک به رود دگاه نکنه. من دروغ نمیگم آقا، فقط به من گفت که میره مسافرت، دیگه نگفت کجا میره. به تو که نگفته، به پسر عموت هم که نگفته. پاپ به کی گفته؟ خیلی خوب باشه، از راه دیگه ای وارد میشم. ما همون کسی نیستیم که ادعا میکنیم بابام یه نفر رو کشته؟ پس تو خیلی چیزا میدونی مگه نه؟ اشتباه کردین آقا، پدر من قاتل نیست. اینو خودش بهت گفته؟ آره. پس دروغ گفته. شما راستشو به هم بگین. نمیخوام اینقدر ازش بیزار بشی که دیگه بعد از مرگشم واسه روحش فاتحه نخونی. مراقبش باش لالی. خدا کنه تا فردا صبح برگرده و بیا پیش من، و الا جنازه دخترش بهش تحویل میدم. چی؟ مگه الهام؟ آره، تو چنگ من اسیره. اگه میدونی عمود کجاست بهش خدمت کن و بگو فردا صبح علت رو من تو زیر زمین قدیمی ده خودمون منتظرشم. تنها، بازم میگم تک و تنها. اگه تنها اومد اونجا منو دید که چه بهتر، و فردا غروب سر مزار مادرم جنازه دخترشو پیدا میکنه. الو، الو، عمو جان، خبرهای بدی براتون دارم. اگه آب دستتونه بذارین زمین رو حرکت کنین، بیاین که تا شب اینجا باشید. ای دختر، خوابی یا بیدار؟
خوشگله نه؟ نه دیگه. آره. زیادی هم خوشگله. دیگه. درسته. آره للی. آره آره بعد جوری چه گرفته ولی فایدهش چی؟ اگه دختر اون نامرد نبود یا اون نامرد مادر منو نکشته بود که یه دریای خون میونمون فاصله باشه شاید امیدی بود ولی حالا نیست هیچ امیدی نیست تا اگه خسته برو بگی بخواب من اینجی میشینم که باقی نیگه آره باش، بردو، بردو دروغگوی متقلب، برادرزادم همه چی رو برام تعریف کرد بعد از اون همه شارلاتانگری و حق بازی چطور جرأت کردی که باز وارد منزل من بشی؟ الهام از من خواست بیام اینجا قربان اینم یه دروغ تفاست نه باور کنین دروغ نمیگن میتونید از خود الهام بپرسی تو کی الهامو دیدی؟ امروز صبح زود منو ببخشین قربان بعدشم از من خواست بیام اینجا شبم بمونم که با اون تنها نباشه آخه فکر نمیکرد که شما به این زودی از مسافرت برگردین حالا که میبینی برگشتم برو گورتو گم کن ولی من اول باید الهامو ببینم برو بیرون دیگه هم اسم دختر منو به زبون نیار همی هم از رفتار دیشب خودم معذرت میخوام و هم از رفتار امشب عموم میدونی بد موقعی اومدی با این گرفتاری که امروز برای الهام پیش اومده نه برای عموم دل و دماغ گذاشته نه برای من کدوم گرفتاری؟ مگه خبر نداری؟ نه یه لات سابقه دار برای این که از عموم باج سیبیل بگیره الهامو گه و تهدید کرده که تا فردا غروب جنازش رو تحویل میده جدی میگی؟ باور کن متاسفانه از دست منم کاری سخته ولی من به هر قیمتی که شده الهامو نجات میدم جدی؟ بله معلومه من به خاطر الهام حتی حاضرم جونم رو فدا کنم آفرین به این ترتیب اشتباهاتی هم که در گذشته کردی و میتونی بدون هیچ مانعی از الهام خواستگاری کنی یه دقیقه همینجا باش تا من موافقت عمومو جلب کنم عمو جان اجازه بدین که به جای شما فردا صبح امیر بره پیش مهدی عجل فکر نمیکنم بتونه از پس مهدی بر بیاد اون مهم نیست امیر چون حس میکنه که این آخرین شانسیه که داره تا پای جون با مهدی عجل میجنگه اون وقت یا عشق بهش قدرت میده که مهدی رو بکشه یا به دست مهدی کشته میشه برای امام چه فرقی میکنه مهم اینه که یکیشون بمیره یکیشون هم به جرم قتل بره زندون تا شر هر دوشون از سرمون کم بشه فکر خوبیه بگیرش نمی بدم کنی تو خدا بذاریم برم بسه گرگه نکن حالا دیگه وقتشه که سر کله بابات پیدا بشه با این که این دل صابرده میگه از همه چی بگذرم و واسه خودم میکرد اما اگه بابات سر وعده حاضر بشه تا یه ساعت دیگه آزادت میکنم من میرم همونه که باهاش قرار دارم گریه نکن چونم لالی مواظب بشه من تو بی خود اومدی پسر من با تو طرف نیستم برو بگو خودش بیاد اون نمیاد خب اگه نیاد دخترشو میکشم اگه من میذارم سالم از اینجا بریم لا بیا بزن نمیذاری سالم از اینجا برم
حالا دیگه برو گورتو گم کن شیگور، برو باباشو بفرست. باباش نمیاد، اون از من خواست که امروز بیام اینجا و از آخرین شانسم استفاده کنم. من اگه بتونم الهامو با خودم ببرم، پدرش با عروسیم و موافقت میکنه، ولی اگه شکست خورده برگردم اونو برای همیشه از دست میدم. حالا اگه انسانی و بویی از انسانیت بردی، مثل یه دوست، مثل یه برادر، به من کمک کن. من به کمک تو احتیاج دارم، دست کمک به طرفت دراز میکنم. این از انسانیت بدوره که یه جوونی مثل منو ناامید کنی. انسانیت؟ برو بابا دلت خوشه، کدوم دوستی، کدوم انسانیت؟ تا حالا که به این سن و سال رسیدم، هیچ انسانی در حقم انسانیت نکرده که یاد بگیرم. اونشو برو بهش بگو اگه تا زور اومدی که اومدی، و الا به اروای خاک ننم خون دخترشو میریزم. مرد، به خداوندی خدا اگه بگی یه ذره جون تو واسش عزیزه نیست، یه بچه ژیگولو فرستاده بود با من در بیفته. نامزد تو. پس امیر اومده بود؟ آره. بلایی که سرش نیوردی؟ نمیخواستم بیارم، اما پروگی کرد منم تا خورد زدمش. پس فطرت، لات، اوباش، نامرد، چرا زدیش؟ چرا؟ 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 چرا زدیش؟ نامرد، بیشرم، پس فطرت. آره، هرچی بگی هستم، اما بابای تو چیه؟ یه نامرد زنکش که نصف شب اومد در همین خونه التماس کرد، گفت رامو گم کردم. مادر منم دلش به حالش سوخت و در حقش مهمون نوازی کرد، اما اون بی همه چیز وقتی با نون ما شکمشو سیر کرد و با آتیش ما نفسش کرد، مثل یه حیوان درنده افتاد به جون مادر من. همین جا تو همین خونه. تو بیگناهی دختر، منم بیگناه، اما اگه بابات نگاه تغاز پس بده، نمیدونم، خودم هم نمیدونم چی کار میکنم. منو به دنیا آوردی که اینجور عذاب بکشم؟ این چه زندگی بود که به من بخشیدی مادر؟ همش ناراحتی، همش غم و قصه، همش ناملایمات. از بچگی تا حالا یه آب خوش از گلو پایین نرفته. نه تو بودی که به محبت کنی، نه سایه پدر بالای سرم بود، نه برادر. تنها دلخوشی که تو زندگی داشتم الهام بود که دارن اونم چنگم در میارن. پس من دیگه به چه امیدی زنده باشم؟ به چه امیدی مادر؟ فلان کن دیگه، چی از جون من میخوای؟ بی وجدان. رایم عوض شد، را بیافت بری، هم دست نامزد تو بذارم به دست بروای خاک من هم دروغ نمیگم. بیا گذشته ها رو فراموش کنیم، مثل دوتا برادر که بعد از سالها دوری و دربدری به هم میرسن، هم دیگر رو بغل. عبدالله خان. جان. عبدالله جون. ها. پسر خالد اومده. پسر خالد من اومده. مگه تو رو زغال گرفته؟ من پسر خاله من کجا بود؟ تو علاچیق منتظرته. توی علاچیق منتظری؟ ببینم موشت کنه یه ما چی میشه؟ یاله برو از پسر خاله من پسی نکن، چه من برده مجدولوک میخواد برای من. خدای من پسر خاله من که آمده. پسر خاله؟ آی پسر خاله، خاله پسر جان سلام. فرمایش
ببخشید، ببخشید قربان شما، شما این خاله پسر من نیدین؟ چرا؟ کجاست؟ روبروت وایساده. روبروی من که آقای جیمز بند وایساده، اونم که پسر خاله من نیست. از کجا معلومه که نیستم؟ از اونجایی معلوم است که بنده فقط یک دانه خاله پسر دارم. اما نه، او خدایش دو تا پسر خاله دارم، البته اون یکی خوشخیرت گم شده، اونم که تو نیستی قربان تو برم. اون که گم شده اسمش چی بود؟ میتی بود قربان. خب منم اسمم میتیه. مردی حسابی، هر گردی که خود دماغن نمیشه. اما نه، ای صبر کن بینم، ببینم من انگار تو رو یک جایی دیدم، ولی کجا دیدم نمیدانم. خوب فکر کن، شاید یادت بیاد. حالا نمیشه جناب علی یک صفت نشانی به ما بدی؟ چرا؟ بگو بینم. به این نشونی که دلم میخواد دعوتت کنم به یه چلو کبابی، ولی پول ندارم. اگه قول میدی یه بابایی رو پیدا کنی که پول چلو کبابمون حساب کنه، پس بزن بریم. ای برر، تو حوصله داری به خدا؟ باز اگر اون چلو کباب یای قدیم بود، ارزش اینه داشت آدم بگرده یه بابایی رو پیدا بکند. الان به قول مسئله معلوم، نانه پنیر خودت بخور، منت گوشتی یخ زده را نکش. البته میدانی که چی میخوام بگویم. بله. خب پس بیا ببرم چرخ و فلک فقرا. آخ آخ، مدینه گفتی و کردی کباب، یادش بخیر. واقعا اون وقتایی که ما بچه بودیم، این پسرخاله های ما میامدن پلوی من گوشنو تشنه، منم تو نمیری آه در بساط نداشتم. ولی خواب باید شکم اینا رو سیر بکنم. چی بکنم چی نکنم؟ اول اینا رو میبردم چلو کبابی، درستی حسابی شکم خودشان چلو کباب مجانی سیر بکنن، بعدم اونها رو بر میدن. ببینم اینایی که تو گفتی نر از کجا میدنی کلک؟ ما پسر خالت هم دیگه. او باز گرفتی سر خانه اول تو بابا جان. جدی میگم، اون پسر خاله بزرگه که گم شده بود، مهتی. بی جان من، تو راست میگی؟ با ما کلک ملک نزنی. نه تو بمیری، راست راست میگم. آی قربان تو بره میلای خودم، این خاله بسر من، از بوی تو من اول فهمیدم تو خاله بسر منی جان. فشار نده تو برم، دلم تنگ شده بودم مجد بکنم. تو خوش خیرت، پس این مدت کجا رفتی برای من نام بیاری که یهو آب شدی، فرو رفتی توی زمین، معلوم نشو سر بشت تو چی شده؟ جمع مرده؟ والا نقلش مفصل عبدالله جون، حالا سر فرصت همه چی رو بسه تعریف. ولی من قربان را بریم اونجا بینیشین، دلم میخواد از اول تا آخر برای من تعریف کنی. امیرم الله میاد، بریم ببینم. خدا جان چقدر خوشحالم، بینیشین یادم تعریف بکن ببینم. امیر رو دیدمش، هزار مشاله جوون رعنایی شده، اما خودم رو بهش معرفی نکردم. بیاقل چرا معرفی نکردی؟ چی بگم عبدالله جون، امیر یه جوون تحصیل کرده است که پس فردا میخواد سری تو سرا در بیاره و با عیون اشراف وصلت بکنه. نمیخوام واس خاطر من که یه زندونی سابقه دارم سرشکسته بشه و پیش دوست و آشنای فامیل زنش خدای نکرده شرمنده بشه. شاید چهار سوای دیگه خاص به جایی برسه. چرا دشمناش از من پیرن و بزنون واسش درست کنن و جلوی پیش رفتشو بگیرن؟ بهش نگو که من پیدا شدم. بذار اصلا داداششو مرده فرض کنه. از غذا بعد از گم شدن تو دیدم شناسنامه نداره. رفتم اداره سجل احوال شناسنامه، به فامیل خودم برای این شناسنامه گرفتم، گفتم خواب بیلخر اون تفلکم دل داره دی. خوب کاری کردی عبدالله جون. امشب ورشدار بیا بریم یه گوشه دنج و ستایی یه می بزن. باشه چشم. بفرمایید آقا. این چی؟ حق و زحمه شما. منظورتون رو نمیفهمم. دستمزدته بابت زحمتی که کشیدی و دختر منو از چنگ اون لات نجات دادی. ولی من که به طمع پول این کارو نکردم. پس به طمع چی کردی؟ شما به من قول دادین که وقتی الهام آوردم با عروسیمون موافقت کنیم. به حقت قانع باش و پاتو از گلیم خودت دراستر نکن جوان. الهام لقمه تو نیست. حتی اگه بمیره من جنازه‌شو رو دوش تو نمیذارم. بگیر برو زحمت کم کن. دیونه. پاپا، امیر کجاست؟ رفت.
کجا؟ فراموشش کن دختر، امیر لقمه تو نیست. چرا؟ مگه من کیم پاپا؟ دختر یادم کاش بودن که افتخار نیست. فراموشش کن، من نمیخواستم اون زن رو بکشم، پیش آمد کرد. میتونی اسمشو بذاری اتفاق، یا تصادف، یا یه چیزی نظیر اینا. حالا اون اتفاق بود، چرا دوباره دارین جنایت میکنین؟ چرا دارین عشق منو میکشین؟ چرا قلب و روح منو؟ دلم میخواد بعد از این نه دیگه اسمی از اون اتفاق ببری و نه از امیر، هر دو رو فراموش. الهام؟ بله؟ کاری داشتیم پاپا؟ فاتی کجاست؟ مستخدمین دیگه کجا هستن؟ رفتن مرخصی. همشون با هم؟ آره. آخه کی بهشون مرخصی داده؟ من؟ یعنی چه؟ چرا همه رو با هم؟ لازم بود پاپا، خسته بودن، احتیاج به استراحت داشتن. حالا خودت کجا میری؟ دانشکده. نمیتونی امروز که من تو خونه تنها هم دانشکده ندی؟ ایو نه پاپا، حرفشم نزنین، خداحافظ. خدا نگهدار. الو؟ ماشین دخترت همین حالا از خونه رفت بیرون. گلفت نوکراتم که از صبح رفتم مرخصی. با تنهایی چیکار میکنی؟ شما کی هستین؟ منو میشناسی، خوبم میشناسی. به فکر فرار نباش، واسه اینکه خیلی بهت نزدیکم. منتظرم باش، مثل عجل دارم میام که از تنهایی درت بیارم. الو؟ الو؟ سلام عمو جان. فوراً بیا خونه. چند لحظه پیش مهدی عجل تلفن کرد، گفت الان دارم میام پیشت. نه نه، هیچ کس خونه نیست، من تنها. عجله کن پرویز، عجله کن. نه ترسین عمو جان، تمام درا و پنجره ها رو محکم ببندین. اگرم کسی زنگ زد گوشتون بدهکار نباشه، من کلید دارم. خیلی خوب، راه بیفت. پس عجله کن، هرچی میتونی عجله کن. من بگذر، آقا میتی. فایده ای نداره. نه نه، تو رو به خدا منو نکش آقا. چه بازم آدم بکشی؟ نه نه آقا میتی، به خدا قسم من آدم کشت نیستم. پس چرا مادر بی گناه منو کشتی؟ اتفاقی بود، قصد کشتنشو که نداشتم آقا میتی. اتفاق یا غیر اتفاق، بالاخره اونو کشتی. مادر منو کشتی درسته؟ جواب بده. آره آره، کشتمش. حالا هم حاضرم خون باهاشو بدم. ولی من که مثل تو پولکی نیستم، پیر و مرد. اوه.
آدم بکشی؟ نه نه آقا مهدی، به خدا قسم من آدم کش نیستم. پس چرا مادر بیگناه منو کشتی؟ اتفاقی بود، قصد کشتنشو که نداشتم آقا مهدی. اتفاق یا غیر اتفاق، بالاخره اونو کشتی. مادر منو کشتی درسته؟ جواب بده. آره آره کشتمش، حالا هم حاضرم خون باهاشو بدم. ولی من که مثل تو پولکی نیستم پیر مرد. دیگه کار تموم پیری. آقا مهدی، حالا با این نوار میخوای چیکار کنی؟ بچه که نیستی کن آدم کش، خودت خوب میدونی که میخوام چیکار کنم. نه آقا مهدی، تو رو به مقدسات عالم قسم، منو گرفتار نکن. در مقابل این نوار حاضرم نصف ثروتم رو بهت ببخشم. اوهوک ولی من چیزی میخوام که خیلی بالاتر از پوله. اون چیه؟ شما فقط لب تر کن، ببین چجوری دو دستی تقدیمت میکنم. چی میخوای؟ بگو. دختر تو. چی گفتی؟ درست شنفتی بابا، بنده در مقابل این نوار دختر تو میخوام، اما نه برای خودم، برای نامزدش امیر. مگه امیر با شما نسبتی داره؟ آره، اون برادر گم شده ای منه، اما خودش نمیدونه. تو هم نباید چیزی بهش بگی، فهمیدی؟ چشم، نمیگم. آفرین آفرین. خب حالا که همه چی رو فهمیدی، موافقی که دخترتو بدی به داش من؟ آره آره موافقم. حالا دیگه اونو به این پس بدید. خوش ده بدید دیگه. خوش حالا نه، حالا از کی؟ بعد اینکه به قولت وفا کردی و عقد و عروسی داشم رو گرفتی، هم نوارو بهت پس میدم، هم واسه همیشه دست از سرت ور میدارم و از زندگیت خارج میشم. ولی تا اون وقت بهتره که ریشت پیش من گرو باشه. منتظر کارت دعوت عروسی هم، هرچه زودترم به دستم برسه به صرف خودته. یادت نره، هرچه زودتر بهتر. چرا بس کنم؟ مجبور شدم. حالا هم دیگه کار از کار گذشته، باید الهامو بدم به امیر. از دست رفت میشه، اونم برادر تو مهدی عجل که سابقه داره، و اگه به جرم قتل دستگیر بشه سرش میره بالای دار. به هر حال تو خودت باید تصمیم بگیری. آقا سلام داداش. به به سلام امیر جون، بیا که خبرهای خوشی واسه دارم. هیچ خبری خوشتر از این نیست که فهمیدم داداش گم شدم تو هستی. چی؟ قربونت برم الهی داداش، فدات بشم. از کجا فهمیدی امیر جون؟ کی بهت گفت که من داشتم؟ اصلا فراموش کن، بیا از گذشته حرف بزنیم. گذشته ها گذشته، باید از آینده حرف بزنیم. من به قولی که دادم وفا کردم، دیگه پدر نامزدت مخالف عروسی تو با دخترش نیست. ولی منم حاضر نیستم که به قیمت جون تو با دخترش عروسی. منظورت چیه؟ تو رفتی الهامو برای من خواستگاری کنی داداش، ولی کاری کردی که اونو برای همیشه از دست دادم. آخه واسه چی؟ خوب کاری نکردی که پدرشو کشتی. چی گفتی؟ مگه سنجر کشته شده؟ تو که میدونی دیگه چرا میپرسی؟ نه من هیچی نمیدونم، روشنم کن. پرویز پسرموی الهام شاهد بوده که سنجر رو تو کشتی. اینو خودش بهت گفت؟ آره، اینم گفت که اگه من از الهام جدا بشم سکوت میکنه و تو رو به پلیس لو نمیده. خب تو این معامله تو چی فروختی و چی خریدی؟ خب معلومه، عشقم رو فروختم و جون برادرم رو خریدم. قربونه صفات داداش، ولی بیوری سرت کلا رفته. چطور؟ بهت ثابت میکنم. آره آقا داداش، اینو بهت ثابت میکنم. تو؟ آره من. اگه وصیتی داری بکن بابا جان. چرا؟ برای چی؟ دو تا میشه چهار تا. تو تنها شاهدی هستی که دیدی من عموتو کشتم، پس تو رو هم میکشم، چه یه قطر چه دو قطر، انگوش نمکه خروارم نمکه.
خورش حالا زود بیا جلو بیا برس ببینم حساب خوب نیست بیا جلو بیا خب حالا اقرار میکنی که خودت عموتو کشتی؟ یا بکشمت؟ نه نه من کسی رو نکشتم. حرف بزن. من کسی رو نکشتم. کسی رو نکشتی نه؟ بلند شو میرم. بلند شو بی پدر. یا نه حرف بزن. من کسی رو نکشتم. هیچ کس رو نکشتم. حرف بزن با اینو میکشم. باید نفی کنم. بی حرکت. اتجاتون تکون نخوری. جناب سروان. این مرد مهدی عجل سابقه دار معروفه. عموی منو کشت. منم بکشه. جون من در خطره. دستگیرش کنین. حتما. دستمنده بده. قاتل. آدم کش. چرا من جناب سروان؟ متاسفانه اثر انگشتت روی آلت قتاله راز تو رو فاش کرد. تو به اتهام قتل عمود بازداشتی. را بیافت. یلا. جلو میدم داداش امیدوارم به پایان پیر شی از شما میخواهیم راز این فیلم را هرگز فاش نکنید این راز را که چه حادثه‌ای در آن شب وحشت این خانه را که سرشار از نشاط بود به بیغوله حراسناک بدل ساخت و تخم کین در دل ساکنانش افشاند کجا سر به نیستش کردی؟ برو په کارت سک تونه برو از باز کارت میکنی اما خودت چی؟ و این زن با وجود عشقی بزرگ و خانه‌ای که کمال آرزوی هر دختر جوانی است احساس میکند در این میان کنیزی بیش نیست اون بر میگرده سر خونه و زندگیش شوهرشو پس میگیره یعنی آقا خودش اونو انتخاب میکنه نه فقط آقا هر چشم سالمی اونو انتخاب میکنه دارم میبینم که توی باغ راه بیره و دستور میده که این زنو بیرونش کنین فریاد میزنه که بندازینش تو دریا من از تو نمیخوام که معجزه کنی خانومی کن خانومی کردم پروبال میخواد جونم فرو خانوم عین بختک افتاده رو من و پروبال من رو بازده اینقدر از اون وحشت نداشته باش اون رفته اون دیگه بر نمیگرده اون آخه اون که اینجا نیست آیا فرار در این جنگل ممکن خواهد شد برای این مرد که از گذشتش میگریزد و برای این زن که ناخودآگاه به قلب ماجرایی شگرف کشانده شده است کنیز شما اینک به چشمهای یک کنیز خیره می شوید کنیز سعید راب برگزیده به عنوان بهترین بازیگر سال از طرف منتقدین سینمایی کشور با این فیلم به پیروزی های جدیدی دست خواهد یافت که هنوز تو واسه من یه سر بزرگی که فاش نشدی منوسک ستاره فتان آشوبگر به نقش یک کنیز یک کنیز شورانگیز طباطبایی نوستاره جذاب این زن دادگاریست از یک عشق برباد رفته شهناز پروین سلیمانی با هنرنمایی توران مهرزاد نقش شایسته‌ای برای توران مهرزاد بازیگر پرقدرت سینما و تئاتر جلال و زکریا هاشمی با یک هنرمندی شگرف کنیز ساخته کامران قدکچیان کنیز تلفیقی است از سینمای ناب و سینمای قصه‌گو شما در کمتر فیلم ایرانی دیگری با چنین احاطه تکنیکی روبرو شده اید مدیر فیلم برداری جمشید الوندی
تحسین شده در جشنواره سینمایی سپاس از طرف منتقدین سینمایی کشور. کنیز، محصولی از اسکار فیلم. با این فیلم تصور جدیدی از پرداخت سینمایی و هیجان به دست خواهید آورد. کنیز. رضا بیک ایمانوردی، مرد هزار نقش و هزار چهره سینمای ایران، در نقشی نوین با درخششی شرف معیاری تازه برای سنجش هنر بازیگری به وجود می آورد. وقتی شاهین سوال میکنه هر کسی باید جوابشو بده. آتش هر کس نیست و تو هم دیگه برای من شاهین چی؟ فراموش نکن که این آتشو من خودم شعله ور کردم و خودم هم میتونم خاموشش بکنم. فهمیدی؟ آذر شیبا، هنرمند درخشان و پیروز، ستاره ای که هنر بیمانندش گوشه های ناگفته و دست نیافتنی جهان احساس زن را بر روی پرده ها نمایان ساخته است، اکنون با ایفای نقش یک کوری جوان به موفقیتی تازه دست می آورد. برای واسه قوم خیشتم تعریف کن موسیقی. عباس شباویز در زمینه پروسعت با درامیختن ماجرا، حسادت و دلدادگی دنیای مجسم ساخته است از سرنوشت یک مرد، یک زن و یک عشق. من آزادم و احتیاجی به کنترل ندارم. هر کاری که دلم بخواد میکنم، هر جایی که دلم بخواد میرم، پیش هر کس که دلم بخواد. میفهمی؟ دهنتو به من روز بگیرم. او در آغاز چون پرندگان آزاد بود، نه اندیشه عشقی در سر داشت و نه اسیر قفسی بود، و اینش از شناختن شکوه عشق جز نفرت چیزی نمی شناخت و خشونت را ضامن بقاء محبت می دانست. تقدیر چنین می خواست این دو موجود متضاد در کور راه های زندگی یکدیگر را بشناسند و عجیب ترین تحولات در زندگی آنان ایجاد گردد. فرمایش داشتی موسیو. من میخوام تو رو بزرگترین خواننده این شهر. اما چطوری؟ حالا بهت میگم. چیزی نپایید که شهرت جانشین گمنامی داشت، ثروت جانشین فقر و عشق جانشین تنفر. ما باید زندگیمونو با هم گره بزنیم، اونم آنچنان گره که هیچ کس نتونه بازش کنه. حق نداری مانع سعادت من بشی. آخه سعادت تو چیه؟ به کی بستگی داره؟ به اون کسی که دوستش دارم. ای کل پوک احمق جاسم! هرگز چنین خشونتی در زندگی یک انسان راه نیافته و هرگز چنین عشقی بر پرده سینما نقش نبسته است. هرگز بی تو نمیخندم، بی تو بر دل عشقی هرگز نمیبندم. روسپی، فیلمی با هنرمایه بیک ایمانوردی، آذر شیوا، فرانک میرقهاری، همراه با جمشید مهرداد، کهنمویی، روشن ضمیر، فیروز، تبریزی و با شرکت جواد قائم مقامی. آتش، این حرف از دهن تو در میاد؟ آره جونم، من تو رو خرد کرده بودم. هر جایی تو براستی که بود این کولی وحشی و جوان. مردمانی که او را بر روی صحنه ها می دیدم تحسینش می کردم، مردانی که در صحنه زندگیش بودن اسیر عشقش می شدن.
در پایان تمام ماجراها در نظر آنان چیزی جلوه نمی کرد جز روسپی. بیا ازش لذت ببر. روسپی محصول استودیو میساقیه به کار آبزون بشم یا مثل این که با یک کلم از خجالت آب میشم. مردی که بتونه خوب بزنه، خوب بخونه، تون برونه و این خوشگله مطمئن بود که خدا خودش میرسونه. مردی مثل فردین به نقش مردی از جنوب شهر، مردی که اون دلش میخواست. امشب دلم یه چیزی میخواد. چه چیزی میخواد؟ امشب دلم یه چیزی میخواد. چه چیزی میخواد؟ شلوغ کنم مشک و آبیه دوغ کنم. بکن عزیزم، بکن عزیزم. کهکشانی از ستارگان بزرگ سینمای ایران، هر یک در اوج هنر بازیگری خود برای درخشش بیشتر این کمدی جدید کوشیدند. فردین، هنرمند محبوب برای همیشه. خیلی خب بزن، بزن دیگه. گوله رو یه جایی بزن که حسابی دخلمو بیاره. آتیشو، تیر اول رو تو بزن تو آبگاهش، اون وقت گوله خلاصش بابا. فروزان، زیبا، هوس‌انگیز، با احساس. ما این دیگه. تغییر ظهوری در نقشی جدیدتر و شیرین‌تر از همیشه. سلام و زهر مار پیر مرد هاپاپو، از این موهای سفیدت خجالت نمی‌کشی؟ این زیر چی کار میکنی؟ هیچ، اینجا منتظر مینیبوس هم. میری با این سر مبارک قصد دسته تا بکر او این نکن زدم هم. مارینا، ماروتیان، فروهر، نادیا جمال، محمد رضا رفیعی، عبدی، نادیا و بوتیمار. ببینم تو تا حالا تو زورخونه دلت کباده کنفتی رو دوشت کشیدی؟ نفهمیدم چی رو تو زورخونه کشیدی؟ آره بابا جوجو، باور کردی تو حرف بیگانه دی از پیشم. مردی از جنوب شهر، آمیخته زیبا و جدید از حادثه، عشق، هیجان و موسیقی، ثمره چشمگیر دیگری از همکاری دو سینماگر بزرگ فردین و صابر رهبر که در گذشته شاهکارهایی چون مسیر رودخانه و چرخ فلک را عرضه کردند. مردی از جنوب شهر، یک فیلم جالب برای تمام اهالی شهر. خبری تکان دهنده و مطلوب کننده از تهران. یک چمدان تمام شهر رو به هم ریخته. از تهران تا تهران رفاقت ها به هم خورده. مهرها حلال و جونها آزاد شده. غیرت و تعصب خون به چشم آورده. مردا به جون زنا افتادن، زنا به جون مردا افتادن. مردا کمر به قتل همدیگه بستن و زنا به خون همدیگه تشنه شدن. واسه یه چمدون، برای یه چمدون، به خاطر یه چمدون، ولی یک چمدان سکس. جنازه؟ یک چمدان سکس. فیلم جدید، غیرعادی، ناگهانی و غیر مترقبه سپهرنیا جرشا متوسلانی. تورت خشم، دست سرم اول در بوده با کارم آبارسی. چقدر نق میزنی نفله؟ نه، اگه تازشم به فهمه میکشتت. ببینم مگده آشه دادم کشه؟ نه، گاف کشه. آی نفس که یک چمدان سکس اوضاع قدیمی خیلی ها رو عوض کرد. با ما جون مادرت برو بعدم خیلی خانم. صاحب این خونه کیه آبتی جون؟ منم. چه فرمایش دارن آقایون؟ چی کار کنم مامان؟ خانم جان چاکر خودش راننده یه تاکسیه. خیلی خوب جون بکن. یک چمدان دیروز جمعند رو بربند تاکسی بنده. یک چمدان سکس، یک فیلم پرحادثه، پرماجرا، پرهیجان و جدید از سینمای ایران. فیلمی با هنرمایی یک کهکشان ستاره. سپهرنیا، گرشا، متوسلانی، ارغوان، پروین ملکوتی، شراره، گیتی فروهر و میری. یک چمدان سکس، یک فیلم جدید و پرهیجان، شیرین و فراموش نشدنی از محمد متوسلانی. میدان سک خانم آقایون خیلی معذرت میخوام، از بس این فیلم حادثه با هیجان و هنرپیشه و ستاره است، فراموش کردم رضیانی رو هم معرفی کنم. رضیانی به نقش آمیرزا در یک چمدان سه. میرزا کجا؟ آقا رو بخیر. میرم سراغ امر خیر. مبارکه ایشالله. قربان تو مشیت الله. میرزا مو
مبارک باشه. دنبت سه چهار که باشه. صمد، صمد این بار خوشبخت می شود. ما اولش خوشبخت بودم. نه دروغ سگه، ما اولش بدبخت بودم بعد خوشبخت شدم. من همینطور که خوشبخت شده بودم یا ناقافل بدبخت شدم. خوشبخت شدم تا اینکه باز خوشبخت شدم. نه دروغ سگه، سگ دشمن دروغه. یه بند انگوش مونده بود خوشبخت بشم. همینجا می تمرگه یک کش در اومد میزنی دندونشو خورد میکنی، هیچی هم بهش نمیدی، نه آب، نه نون، نه خوراکی، هیچی. دست با آبم حق نداره برسونه، هیچی. ای آقا، ای آقا، حالا بگو یه چلو کبابی واسه ما بیارم فعلا. صمد خوشبخت میشود. پرویز صیاد در فیلم تازه‌اش ضیافتی با شکوه از خنده و شادی برپا میکند. کلاه ابروامو حرس کرده، انگار بد جوری مشکی شده. لب 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 لبم قشنگه، لاله بدم شانی پیشش بیرنگه، پنچه نشان بوده ی پاش میرنگه. پیشکی نباز دستش رو بکنه تو جیبه بش تا جلال آقا امشان جایه. پیشکی دستش رو نباز تو جیبه بش میرم. هر روکی دستش هم دو شیرمش بکنه. برایش تو دستش روی ترتمیزش کن. ببرش دیگه. صمد خوشبخت می شود. اون پسر داد یارو کلکشو کندی؟ بله خیارتون تخ باشه. صمد الان هفت کفن پسونده. سلام ما اینجایم که بیارینش بگیرش دستم تا بکشمش. بلا باشی بلا رو لغت نکنی. حمله حمله به نون خامه‌ای. صمد خوشبخت می شود. ما خیلی خوشبخت هستیم که شما رو خوشبخت می بینیم. پس دیگه چی میدین؟ شما خودتون هم که خوشبختین که. نه ما خوشبختیم از خوشبختی شما. بله هر چقدر خوشبخت باشیم به گرت بای ما یکی نمیرسه. خب ما صد پله از شما خوشبختیم. هیچ که مثل ما نمیتونه خوشبخت باشه. اگه ما خوشبختیم بعد این آقا چرا خوشبخت؟ مسلم اگه منم به این همه پول رسیده بودم دیگه حالا سر از با نمیشناختم. همینجور بنویس تا بفهمم کیم چه کاره ام. بنویس نه آقا جان، بنویس به تمام اهل آبادی بگو ما فقط دلم برای خرم تنگ شده. بنویس شما هیچ وقت به عمرتون رفتین رادیول؟ فقط صداشو شنیدین که بدبختا. ما رفتم توش توی توش. بهار که بارون به چمن میباره، زبزه برام بوی تو رو میاره، دلوم برات در میکشه، هوات برام بشینه، هر جا میروم هر جا میام کشام تو رو میبینه. ای نامه که میروی بس رویش، از جانب ما ببوس رویش. لیلا قد خدا سفر، آیا حاضر هستید عین الله باقرزاده؟ آیا حاضر هستید عین الله باقرزاده را به شوهری قبول بفرمایید؟ برو خوش باش، صمد تو را هم خوشبختش کردی. هرگز پرویز صیاد را تا این حد موفق در ایفای نقش صمد و هرگز صمد را در قالبی این چنین شیرین و جذاب ندیده ای. خونه کجا؟ وقتی رسیدی به چهار راه میبیچی دست راست. دست راست، دست راست میبیچی بالا. نه دست راست اینه. بگیر و برو، بگیر و برو دیگه. آه اینه برو دیگه. آره بالا بگیر و مش یادم نره. صمد خوشبخت میشود. با بازی های شیرین و درخور از مینو شفی، محمد بودرزی، عنایت بخشی، فرخ لقا هوشمند، عبدالله عبدالوهابی، بهمن زرین‌پور، رضا شفیع، توتی سلیمی، حسن رضیانی، علی زاهدی، حسین امیرفضلی و هاپیک یوسفیان با معرفی علی عزت‌فنا و شرکت افتخاری کمال‌الدین مستجاب الدعوه. اصلا اگر قرار بود هر کسی پشت به شهر میرسید آدم میشد که همه دهات ماتا از آدم خالی میشد. زیاده ارزی نیست جز این که عین الله خره گاب من است. صمد خوشبخت میشود. نویسنده و کارگردان
پرویز سیام. بزن چرا معطلی؟ تکون بخور تا پر پر زدن این بچه نیم وجبی رو ببینی. اون بچه قلبش مریضه، دست از اون بردار. اگر از خشاب این سلاح تیری رها شود، اگر مغز فرمان دهد و دست فرمان برد، اگر این قمار بازان جان برنده شوند، بازنده هرگز فرصت جبران نخواهد یافت. تو چی داری میگی؟ پسر من اونجا وایساده یه هفتیرم پشت سرشه، اونی هم که انگشتش رو ماشست میتیه، نه یه بیوزنه ترسی. تمومش کن. چی رو تمومش کنم؟ فقط به پسرت بگو بیا طرف من. بگو فکر اون هفتیری که پشت سرشه نکنه. بگو بیا بسنم. این مرد مسئله رو موظف بود، چون در انجام وظائف صادق و کوشا بود، در این قمارشون زخمی یافت. من نجاتش میدم. تو میکشیش. من دوستش دارم. نه به اندازه من. به این فرصت. پس از صدها بار مردن، زندگی دوباره یافته بود تا بار دیگر بخت خود را بیازماید. یا مرگ آخر، یا آغازی دیگر. از هیچی هم نترس پسرم. بیا پسرم. وایسا! بیا. و آنکه جان این کودک هدفش بود، پیش از این نیز کشته بود. چندین جان گرفته بود. و در این آخرین قمار، اگر برنده شود، از مرگ می رهد. بازنده شود می رهد. حالا! هدف و مقصود چه بود؟ حاصل و منظور چه بود؟ اینا بابا، تو چرا دلم غم نداری؟ فقط برای آن زنده بود تا گلش پیش از شکفتن پرپر نگردد. مرد در یک مأموریت خطرناک، زندگیش وقت خدمت است، تابع دستور است، هدفش نابودی طرفداران. همونه که کمر منو شکسته، کمر منم شکسته. و اینان با اعتقادی این چنین، اینها در این راه جاده گناه است، هدفشان پیروزی آسان. در نزد آنم هر که بیرحمتر، هر که آسیتر و هر که گستاختر بود، مقدمش گرامیتر بود. گفته بودم اگه این دفعه من بیام سراغتون درست حسابی میام. گفته بودم. مکنه لحظه ای غفلت در این ره گذر، سقوط در دام مرگ است. لحظه ای ترحم فرصتی است برای فرار از کیفر. ولی اگر گناه و معصومیت در کنار هم و بر یک هدف قرار گیرند، و اگر ریشه های شک و تردید و توطئه و عشق یک زن زیبا یک جا به قلبی رسوخ کند، با این هدف های مشترک سرانجام حوادث چه خواهد شد؟ در فیلم مهجج و تماشای دیگری از ایرج قادری، بازیگر و سازنده تمارو سینما، داستانی بر پایه یکی از عجیب‌ترین وقایع به نمایش گذارده می شود با نام هدف. هدف کشتن بود و کشتن. هدف غارت بود و بردن. و چون خود هدف قرار گرفتند، هیجانی آفریدن نفسگیر تا آخرین لحظه و تا آخرین نفس. هدف بازیگران این اثر برتر، چهره های مشهور هنر ایران. سعید را موفق در ایفای یک نقش جدید، خیلی قاطقی سرکار. و دینامیک در اولین نقش سینمایی خود. نکن کاری بشم من عروس پشت پرده، چیزی که بره از دست دیگه بر نمیگرده. ماجرای چند انسان است که هر کدام هدفهای گونه‌گون داشتند و با یک حادثه ناگهان روی روی یکدیگر قرار گرفتند و هدف را به اوج هیجان رساندند. هدف، کارگردان ایرج قادری. هدف
سه مرد به علاوه سه زن مساوی با یک ماجرای پرتحرک که برابر می شود با پاپوش. شنیدم چند دقیقه پیش یکی از بچه های اینجا برات بطری ول کرده. من از کسی شکایتی ندارم. من به شکایت تو چی کار دارم؟ من امروز باید یکی رو بزنم. خیال کردی به همین آسونی میتونی کلا سر من بزنی؟ آجا زمان اسیر رنگ ها میشوند. زن و پون، مرد و لذت هر ارائه یک هیجان بزرگتر به لغزه در میآورند. پاپوش من چشاشو در میارم، من باباشو در میارم. خانه نظری زنی افسونگر که میرود تا دروازه های عظیم سینما را به روی خیش بکشاید. حاضرم قربان. پیشنهادش خیلی تر تمیزه، یعنی در واقع اینه، اینم هست. پاپوش اگر مقرر باشد اثری مورد ستایش واقع شود، اگر باید عنوان فیلمی برترین باشد، بیگمان آن اثر پاپوش خواهد بود. دلت میخواد عروس بشی؟ نه. چرا؟ آخه تو بزرگ؟ بزرگم؟ پاپوش، مشروب آتش افروز، قاب مخرب افکار مردان و لوتیگری میدانی برای تظاهر و فریب. تو قمارباز کجایی؟ چطور مگه؟ این قاپا باردارن لوتی، تو سر ریختن. اگه من نبودم نوچرات 30 سال نمیتونستن کل سر میتی سلاخ بذارن و 250,000 تومن پولشو ببرن. دو یار بودند، دو دوست بودند، دوشادوش یکدیگر برای دیگر مردم پاپوش میساختند. سرانجام رندان برایشان دام گذاردند، هوس سیاد آرامششان شد و زن بازار مکاره‌ای برای خرید و فروش دوستی ها. من یه ساعت در اختیار این آقا بودم و هر جور که دلش میخواست از من استفاده کرد. پاپوش، ساخته پرتحرکی از اسماعیل پورسعید با هنرمندی رضا بیک ایمانوردی و حاله نظری که میگشاید دروازه های شهرت را به روی خیش. مرتضی عقیلی در شخصیتی متفاوت با دیگر نقش‌هایش. فرشید فرزان، فرنگیس فروهر، توتیا و با هنرمندی شیراندامی. زن مظهر افسون و رنگ، زن پایه‌گذار دوستی ها و استاد مکتب دشمنی ها بار دیگر تجلی تازه‌ای دارد در فیلم پاپوش. مغز بزرگترین حوادث تاریخ سینما پیموده می شود. داستان متفاوت، هیجان بی همانند با فیلم برداری تحسین‌آمیز جمشید الوندی. موزیک متن از حسین واسطی. کارگردان اسماعیل پورسعید. تمام اشخاص سرشناس و مهم شهر دعوت شدن تا تحقیق و اظهار نظر کنند که این دختر خوشگل و سیمینبر و خوش آب و رنگ که سالهای سال خوب میچرخونه، خوب میگردونه، خوب میخونه، از چی شده که یه مرتبه همچی شده؟ این آقا معتقده که شوهری شده، شوهر کنه درست میشه. این یکی میگه از غیر کمره یه غیر بده حالش خوب میشه. سلام کنی. این یکی عقیده داره از فشار خونه، خونشو بریزی کار تمومه. این آقایونم میگن حتما یه نفر رو بیستش 21 آورده. و اما این متخصص امور سکسی میگه کمبود بوسه داره، تا میتونین ماشش کنین. به دستور این مرد قابل انتظار تمام این نسخه ها رو برای خانم پیچیدن، ولی اون کماف سابق دیوونه موند که موند. منو شوهر بدن، اونم به یه مرد بد ترکیب که اصلا ندیدمه. بالاخره کلید این معما پیدا شد. هر دلی دلبر میخواد، هر سری سرور میخواد، هر زنی آقا بالا سر میخواد، ببخشید یعنی شوهر میخواد. یه روزی یه مارو به سر بسته بودم پر، از دیر زندون در بسته بودم پر. عشقی از حال دلم خبر نداشته، چی بودم یه راز سر بسته بودم.
خدا دیگه بالم پرم بازه دل من پر شادی پر بازه در افق رنگین و بیپایان خنده و شادمانی، در زمینه پروسعت حادثه و ماجرا، اثری برجسته و چشمگیر از سیامک یاسمی، کارگردان شهیر و توانا بر روی پرده می آید تا قلب مشتاقان هنر و سینما را تسخیر کند. عملک! رضا بیک ایمانبردی و جمیله در عروس پا برهنه. مگه نمیخوای بری خونه؟ من خونه ندارم. دیگه اما پیری خیارهای بدبخت به سرت نزنه ها، ما از اوناش نیستیم. به خدا منم از اوناش نیستم، منم مدت هاست که از اوناش نیستم. ماجرای این فیلم یکی از حوادث نادر و کمیابه که خنده و گریه چاشنی داره و جنگ و دعوا تنها راه حل مشکلاتش محسوب میشه. ببینم پول داری بری یا بهت بدم؟ خودم ورداشتم، ده تومن از توی بهت کش رفتم، بعدم به سرس میدم. اصلا نادرسی ها این دو اول با هم بیگانه بودند، ولی لبخند شیرین دختر، سرنوشت عجیب و شگفت‌انگیز او و بیباکی و شهامت این مرد آغازگر تمام ماجراها بود. مرگ از قفس پرید، بی خودتی را تحروم کردی. نکن، بابا یه وقت میخوری یه جایی ما. دشمنان برای این مرد توطئه کردند، برای تصاحب و یا مرگ زن نقشه ها کشیدن و آن را به جنگ یکدیگر فرستادن، ولی از معجزات عشق بیخبر بودن. عروس پا برهنه با برهنه چون خود سر جنگ نداشت. تن و مرگی هستی که بهت فکر میکنم، نمیدونم خاطرتو میخوام یا نه، ولی فقط میدونم وقتی تو رو میبینم و قلبم توند تو میزنه. عروس پا برهنه از اون عروسایی که هر کی دلش میخواد یکی دو تا شو تو خونه داشته باشه، چون هر ناراحتی که براش پیش بیاد جوابشو اینطوری میده. رای 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 دیرین را واقعا که نوبره عروس پا برهنه. منی که با دری کمرم از همه تو دل میبرم، اون که حال به تون میده حال منه، اگر رقصیم باشم پا برهنه. یک فیلم شاد و پرتحرک و پرهیجان با داستانی کاملا متفاوت که با هنر بازیگری این هنرمندان در شمار آثار فراموش نشدنی قرار خواهد گرفت. رضا بیک ایمانوردی، جمیله، اسقر سمسارزاده، سیامک اخلصی، نادره، پیشوایان، زهره و امیری. اولیم و رهزنه دلم خوش ادام و ناز و مشکلم. عروس پا برهنه، یک عروس استثنایی برای یک داماد استثنایی در یک فیلم استثنایی. عروس پا برهنه، کارگردان سیامک یاسمی، فیلمبردار حمید مجتهدی. هدیه ای جالب و دیدنی از پانوراما. این مرد زندگی را با تمام جلوه‌هایش مسابقه ای بیش نمی‌داند، و یک شب که سرنوشت تمام دام‌ها را گسترده بود، او به عجیب‌ترین و شگفت‌انگیزترین بازی‌ها گام نهاد. هیچ سد و مانعی او را از حرکت باز نداشت و در راهی که پیش گرفته بود از هر ممکن و ناممکن عبور کرد. شما این یارو رو جای من عوضی گرفتین. عجب. یک قهرمان، یک مرد، ولی مرد اجاره‌ای. مرد اجاره‌ای، یک فیلم از خسرو بپرویزی با هنرنمایی تحسین انگیز رضا بیک ایمانوردی، مرجان ستاره زیبا، فرخ ساجدی، فروهر، شهرزاد، ناظری، ریاهی و صادق بهرامی. چیه با من بودی؟ در لحظه‌ای که رازها برملا می شود، گویی همه چیز از حرکت باز می ایستد. دنیا خیلی کوچیکه. مرد اجاره‌ای، دو زن در اندیشه یک مرد. مرد اجاره‌ای، مردی که از تاریکی ها آمده بود، امید و هیجان ارمغان داشت، لیک خود بر سر دوراهی تصمیم در تردید و نگرانی بود، و عشقی که آغاز شده بود با یک سوء زن به خطر می‌افتاد. زن تو اومدی پیش من،
زن من؟ من زن ندارم که. مرد اجاره‌ای پیروزی تازه‌ای برای بیک ایماندردی، هنرمند محبوب و بزرگ سینمای ایران، هنرمندی که برای آفرینش هیجان و ارائه یک شاهنقش مشکل‌ترین و خطرناک‌ترین عملیات را شخصاً انجام می‌دهد. پیش از اون که از کوره در برم برو بیرون. مرد اجاره‌ای مرد اجاره‌ای، فیلمی حاوی یک هیجان خالص و ناب، یک گریز و تعقیب که کمتر بدین صورت پرداخته شده و کمتر هنرپیشه‌ای جسارت ارائه آن را یافته است. مرد اجاره‌ای، چون شما از اون پسرهی ویلگرد بیشتر خوشتون اومده، بهش میدون دادین تا کارشون به اینجا بکشه. چی شده؟ چیه پدر بزرگ؟ والا چی بگم؟ این آقا مدعیه که تو باید حتما زن اون بشی. همچون بمبی از هیجان، با انبوه حوادث و طوفان ماجراهایش، پرده سینما را همراه قلب میلیون‌ها تن تصویر میکند. مرد اجاره‌ای، ساخته تازه‌ای از خسرو پرویزی، فیلم بردار فریدون ریپور. مرد اجاره‌ای، تهیه و پخش از به ما چه که شهر چی میشه؟ اگه یه روز از در این نرم، کثافت یه محله رو برق میداره. تو چرا باید کثافتشون رو جمع کنی؟ بالاخره یکی باز جمع کنه. از نسلی به نسل دیگر، تحقیر چون نام و تنهایی چون شناسنامه، همباره از پیشان. شریفند همانند خاک، پاکند همانند خون، خفت را باور ندارند ماهی ها. پس وقتی آدم عاشق میشه به چی باز فکر کنه؟ به خود عشق. عشق چیه؟ راست چیه؟ من الان واقعا عاشقم. خواستن را با هم میشناسند و دوست داشتن را. در خاک همه چیز میابند جز برابری، که نابرابری حاکم بر سر نوشته شد. ماهی ها در خاک میمیرند، در پی ذره نور ولی پشت به خورشید، در آتش قطره آب ولی پشت به دریا. فرزان دلجو، باور سینمای جوان ایران در یک رهایی تازه. ماهی ها در خاک میمیرند. آیلین ویدن، ستاره راستین سینمای جوان ایران. جمشید مشایخی، افتخار ساز تئاتر و سینما در تحولی دگرگونه. شهرام شب‌پره، کوشش تازه یک چهره، تثبیت یک بازیگر. با این کمر معیوبم به در دیفال زدم و سرم و تو محل تو یه مش آدم بالا گرفتم. ما داریم خیلی بالا میریم، نه؟ آره، الان هیچ کی بالاتر از ما نیست. میگن آدم میمیره تا چند ساعتی که هنوز خون توی مغزشه همه چی رو حس میکنه. ماهی ها در خاک میمیرند. فصل رستن، بارش یک شعر تازه، همکاری یک اجتماع خوب، محمد دلجو، امیر مجاهد، اسفندیار منفردزاده و فرهاد که می سرایند مرثیه ماهی ها را. سفمون افسوس و کفسوس،
تن ابر آسمونه، یه افق یه بی نهایت. با تصاویر جمشید الوندی، ماهی ها در خاک میرن. شب بخیر عروس خوشگل طاهر، چرا فرانی شده؟ این است طاهر که برافروخته با قشنگین به خاطر دفاع از شرف و حیثیت خیش برمیخید و برای رسیدن به مرزهای انتقام ترک دیار و وطن میکند. امروز نوبت طاهره. شما همتون بزرگ این گذرین، گذر لوتی ساله، گذر کسبه یه مرد روشه. من چطوری بذارم یه نامرد بزن و بچه مردم نظر بد داشته باشه؟ طاهر، نامش را به یاد بسپرید و از ماجراهوی اعجاب آورش در غیرت شوید. میخوام از سر زلفان گره را کنم امشب، هزار دل عاشق تماشا کنم امشب. طاهر، داستان خشونت و تنفر مردان، حکایت جدارهای سخت و بیامانشان که ما التهاب در میامیزد و ما خون پایان میپذیرد. بری! منو تو دشت رها نکن که پر از گرگای گرسنه است. اما اینقدر بد قضاوت نکن، من به ایش رفیقی تالا نارا نزدم. انگاری فراموش کردی جوان مرد عیار، وقتی صدات بالا میرفت صدای یه فجلوتی پایین میومد، پس کون مردی؟ چه بود این لحظات برای این دختر؟ ما چه میکرد طاهر در این بیداد خشم، در این توفان هیجان آلود نفرت و کینه بی پایان؟ تمومه جهلا میدونن مگه نمیدونن؟ تمومه لطیا میدونن مگه نمیدونن؟ پشت مرده ها خیلی فراغونن، چند تاشون حالا گوشه یه دلونن. این است ماجرای طاهر و دختری که به زندگی او گام نهاد. عشق آنان چنان در زیر پوشش رسوم و سنت ها بود که از فاجعه هراسناکی که هر لحظه به وقوعش نزدیکتر می شدند آگاه نگشتند. یه وقت اسم آوازانتری سرقفی هیکل خیلی علوتی های تهرون بود. حالا که نیست. طاهر با هنرمایی منوچهر رسوم، مرتضی عقیلی، لیلا دانشور، سیمین علیزاده، ملکی با درخشش دو چهره جدید شهرام و شاپرک، با هنرمایی بوجیما، طاهر، داستان اعجاب آور یک خانواده که طوفان تقدیر میانشان جدایی افکند و ناآشنایی ایفاگر شگفت‌ترین بازی‌های سرنوشت در میان آنان شد. طاهر، آمیخته‌ای شیرین و هیجان بخش از رقص و موسیقی و حادثه و ماجرا. یا ابوالفضل، تو مردم شرمندم نکن. واقعیت رو بگم آبروی طاهر میره، نگم خودم بی آبرو میشم. خدایا خودت کمکم. این موفقیتیست درخشنده برای منوچهر وسوخ با ایفای نقش طاهر. طاهر فیلمی به کارگردانی قدرت الله بزرگی، فیلم بردار رضا انجام. طوفانی بود و دریا همچون سینه مردمان خشمگین پرخروش.